Hamdiyoruni izadman salom. Muhimtarin uhdadori har yak sharvan in riyai qonun va itoat ba talaboti on mebushad. Dar holati vayron namudani muqarroti sanadhои huquqi meʼyorhои huquq vayron gardida, boise zarar didani munosibatҳои ҷамъиятӣ мегардад. Дар барномаи навбатии ахбори вазорати корҳои дохилӣ бо ҳам мебинем, ки боз киҳо меъёрҳои қонунро сарфи назар намуда, даст ба қонуншиканӣ задаанд. Дар студия бо шумо Моҳрухсор Таваллузода. Сархати барнома чунин аст. بحثی پولی با جنایت آدم کشی انجام یافت. وقتی هم گردنم قپیدگی بود همین تک دستم هوی بود تلا کده سالم هوی نداره سر نتونستم برومده بعد همین طرف چند تا شکم ده بعد پودم با تو سر دادم شد زدم سر که داد بدری اوغالتی داد غارتگران 25,000 سومانی یک سکین شهر دوشنبه رو تصرف نمودن وقتی که ششتم یکم مرا نگو کرد گفتم همه سلفانش قپیده که فهمیده که سوم نیلگال های گفتیم سوم نیلگال که سرکار داری گفتیم نیلگال نیستن درش کارید بود کاری تدرش گرفتیم دیگه باید کردیم همینجا باید دکمین گرد داده دکمین تا دستاتسما بود دستاتسما بود که پانزاتسما هم بود که باید را گرفتیم های طرف نمیم که فرم بدم درم احکام کردم ای وقت دستار رول نبود همون حالت که ما فرم دادن نبود کارتش همینجا موندم رفتم هم خیلی رفتم که تاکسی شدم این و دیگر خبر و گزارشات در نشر نوبتی برنامه اخباری وزارت کارهای داخلی. مقامات میلیسیا در شهر دوشنبه از آشکاروبی یک جنایت مخصوصاً وزنین کشتار خبر میدهد. در زمینه بحث پول میان دو جوان مناقشه برخواسته در نتیجه یکی از دست دیگر با ضرب 17 کرد به هلاکت رسیده است. شرح این جنایت دهشتبار در گزارش کاپیتان میلیسیا سیراج‌الدین شکوری عمر و حیات انسان ارزشمندترین نعمت به بازگشت به شما رفته هیچ نفری نمیتواند در زمینه خصومت و بدبینی و نفهمی های ناچیز یک انسان دیگر را مجبوراً از حیات محروم سازد ولی بعضاً جهل و رذالت و خصومت و بدبینی در وجود بعضی انسان ها تا درجه ریشه میدواند که قصد جان همدیگر نموده دست خیش را به خون یک انسان دیگر آغشته می سازند. سنه 5 اوگوست سال جاری در اساس خبری رسیده اوید به جنایت آدمکشی کارمندان مقامات میلیسیا شهر دوشنبه جهت معاینسازی حادثه مذکور در حال به جای حادثه محل اهالی نشین نزد کارخانه شغلبراری نوح فردوسی حاضر گردیدند. جسمی به جان آغشته در خون شهروند زوکیرزاده محمد جاوید تاجی‌دین سال تولدش 1999 استقامت کننده نوه ورزاب دهه چورباغ که در مکانی به آدم و کسناگذر خوابیده بود شهادت از جنایت مدهشی آدمکشی می داد. گروه فوری تفتیشاتی کارمندان میلیسیا و پراکراتور شهر دوشنبه مکانی حادثه را از نظر گذرانده همه فکت و دلیل های شیعی را با مقصد آشکارسازی جنایت آدمکشی جمع‌آوری نمودند. در نتیجه کارکردهای اپراتیوی جستجویی همچون گمانبر در صدیر نمودن این جنایت مخصوصاً وزنین آدمکشی شهروند رحیموف سید احمد سید مومینوویچ سال تولدش 2000 استقامت کننده شهر دوشنبه دستگیر کرده شد. زیرین پیشبردی کارهای تفتیشاتی معین گردید که نامبرده قبلاً با مرحوم زوکیرزاده محمد جاوید مناسبت های مالی و دودو گرفت قرضی داشته مناقشه و جنایت آدمکشی نیز محض در زمینه نفهمی های مذکور به میان آمده است. جهل و رذالت خشونت و بدبینی که در زمینه نفهمی های ناچیز مالیوی به میان آمده است سببگار اساسی سرزدن این جنایت آدمکشی می باشد. گمانبرشونده با مقصد از حیات محروم نمودن جبر دیده مخصوص این جای کسناگذر و بی آدم را انتخاب نموده قبلا با کارد مسلح و او را به اینجا آورده است. نامبردگان با همدیگر مناقشه نموده در نتیجه دستگیر شده سید احمد رحیموف با 17 ضرب کارد او را به هلاکت رسانیده است. وقتی هم گردنم قپیدگی بود همین تک دستم هوی بود تلا کده سالم هوی نداره سر نتونستم برومده بعد همین طرف چند تا شکم ده بعد پودم با تو سر دادن شد زدم سر که داد دادری اوغالتیدم برومدن ده بعد شیش دایجه بعد جدی کم تر خون کشید بعد تایم برومدم اوجا هم یاد راه چا بودم خب برومدم و رفتم طرف پویان وابسته به حالت مذکور نسبت رحیموف سید احمد طبق طلبات ماده 104 قسم 2 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده نامورده در حبس پیشکی قرار دارد.
جوانی 24 ساله نوحیه باباجان غفورو در زمینه رشک با یک نفر شناسی مادرش مرد 41 ساله نوحیه مذکور مناقشه نموده با استفاده از کرد کیسگی او را زخمی نموده است. در نتیجه جبریده با برداشتن جراحات وزن جسمانی در بیمارخانه به هلاکت میرسد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارمون اکبر شریفی. از سبب قصدان رسونیدن ضرر وزنین به سلامتی با عاقبت مرگ ساکن 24 ساله نوحیه بابوجان غفوروف تیلویف جانیشر علیشروویچ به جوابگاری جنایتی جلب شده نسبتش در شعبه وزارت کارهای داخلی نوحیه بابوجان غفوروف طبق طلبات ماده 110 کدکس جنایتی پرونده جنایتی آغاز گردید. سنه 28 ایول تقریبا ساعت 11:30 دقیقه نامبرده در نزد بنای ماموری جماعت شهرک غفوروف با شهروند رستم اوچیلوی 41 ساله در پای قصد و خصومت مناقشه کرده با استفاده از کرد کیسگی با او جراحات جسمانی میرساند که عاقبت هنگام دسترس نمودن به بیمارخانه به هلاکت میرسد. کلاغ آوازه شد که مادرت قطع همون میگرده گفته ایش 5-6 بار خانه به می آمد شناس بود و بینم قطع مادرم 6 تای پیش جماعت شهره ایده گفتم قطع مادری من چی کار میکنی؟ نگه من اینه گرفتگی گفت سو من فیل کنم اکستم کار دگرفتم زدم. ماجرای اشتراکچیان حادثه با مناسبت‌های اویلوی علاقمند است. انیخترش که منبرشده جانشیر تیلویف از مناسبت نزدیکی جبریده با مادرش رشک و از موجودیت خصومت شخصی با کردار جنایتی اقدام نموده است که عاقبت او را پسی پنجره آورد. اولا بحثی لفظی در ادامه چسب و تلاش جسمانی بین آنها صورت گرفته است. در نتیجه منبرشده با مقصدی قصدان رسانیدن ضرر به سلامتی به قسمت گردن جبریده کرد زده است. ضربه کرد اگر جبریده را از حیات محروم کرد سبوکیه در سرنوشتی گمون برشده جانشیر تیلویف نخواهد آورد زیرا او را جزای جنایتی در نمود محروم شدن از آزادی انتظار است. جنایت پیشگان همیشه فرصت مناسب میجویند. در نزد یکی از نقطه های بانک واقع در نزد مرکز سودای صدبرگ دو نفر جنایت پیشه مسکن گرفته. پس از برآمدن مزاج از بانک او را پیگیری مینمایند. هنگامی به داخل افتماشینش سوار شدن او را تهدیدی کشتن کرده بود. مبلغی هنگفتش را تصرف نمودند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارانمون. هرسی پول و مال و به دست آوردن مبلغ مفت نفرانی جنایت پیشه و سبک فکر را به صدیر نمودن همه گونه عمل و کردارهای نامطلوب وادار می سازد. کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی یک در ناحیه شامنصور در نتیجه پیشبرد یک قطار چورابینی های اپراتیوی جستجویی اودینایف جمعبیگ عبدالواحیدوویچ سال تولدش 1988 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه سامانی را همچون گمانبر در صدیر نمودن جنایت غارتگری دستگیر نمودند که نامبرده قبلا با جرمهای گوناگون به مهلت 11 سال محبسی گردیده است. مغز مهارت و ملکه بلند کسبی و براه ماندن چورابینی های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان شعبه مذکور باعث گشت که جنایتکار خوفناک در یک مدت کوتاه دستگیر گردد. ضمن پیشبردی کارهای تفتیشاتی معین کرده شد که گمبرشونده اودینایف جمعبیگ سنه 11 آگوست سال جاری با همراهی فیضعلی نام شخص که این زمان در جستجو قرار دارد نقشه صادر نمودن جنایت غارتگری را تعریضی نمودند. با این مقصد در کوچه رودکی ناحیه شامنصور جبردیده رحمانوف صدیق را که از بانک مبلغهای پولی دسترس نموده بود دنبالگیری نموده در داخل افتماشینش با تهدید زوراوری مبلغهای او را تصرف و از جای حادثه فرار کردند. نامبردگان با صادر نمودن این کردار جنایتیشان با جبریده به مبلغ 25 هزار سومانی ضرر رسانیدند. وقتی که ششتم یکم مرا نگاه کرد گفتم همه سلفانشا قپیده فهمیدی که سوم نیلگال های گفتم سوم نیلگال که سرکار داری گفتی نیلگال نیست درستش کلید بود کلید هدستش گرفتم دیگه باید کدیم همجا باید دکمین گرد داده دکمین تا دستات سما بود دستات سما بود پانزات سما هم بود باید را گرفتم های طرف نمیخ فرمادم دارم احکام کدم ای وقت دستار رول نبود همو حولت که ما فرمادم نبود کلتش همجا موندم رفتم هم خیلی رفتم جا تاکسی شدم. بعد از دستگیر گردیدن از گمانبرشونده اودینایف جمعبیگ یک مقدار مبلغ‌های ربوده شده و دو عدد کارت که مخصوص برای صادر نمودن جنایت آماده گردیده نامبرده با خود می‌گرداند دریافت و مصادره کرده شدند. عین زمان نسبت گمانبرشونده اودینایف جمعبیگ طبق طلبات ماده 248 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده نامبرده در حبس پیشکی قرار دارد و با مقصد دستگیر نمودن فیضعلی همسلک دیگری او چورابینی های اپراتیوی جستجویی جریان دارد. در
در وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان با مقصد آشکار نمودن جنایت‌های صادر شده، عهده تصرف مبلغ‌های پولی از کارت‌های جمعیت سهامی پوشیده دوشنبه سیتی بانک، برقرار نمودن ضرر از جنایت‌های رسانیده شده و جبردگان نسبت شخصان نامعلوم با ماده 247 قسمی 4 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده است. خاطر نشان می نماییم که چند مدت این جانب نفران نامعلوم با طرز و اصول های گوناگون دست به جنایت قلابی زده از کارت های بانکی شهروندان مبلغ های کلان را از آن خود کردند. از جمله یکی از جردیدگان شهروند سعادت کریموه ساکن شهری وحدت می باشد که از کارت بانکی او 20112 سومانی را برای فریب از آن خود نمودند. نفر دیگر که از تقلب کاری این نفران نامعلوم جبر دیده است این شهروند سعیدشاه سفروف ساکن شهری دوشنبه می باشد که او نیز 36000 سومانیش را از دست داده است. علاوه بر این از کارت بانکی فیضالدین گلوف ساکن ناحیه همدانی 910 سومانی را تصرف نمودند. مرحله دوم باز همی خیل اومد پیامد که باز به برنامه دوشنبه سیتی شما درآمدن می خواهد. علاکه این دفعه شخص نامعلوم به برنامه دوشنبه سیتی من وارد گردیده در یکم مراتبه از کارت من کارت ملی امانت بانکی که در برنامه دوشنبه سیتی همیان الکترونی پیوست کرده بود یکم مراتبه 10 سومانی رو گرفته به کارت نامعلوم گذرانیدن. دفعه دوم باشد بعد یک دقیقه باز 900 سومانی دیگر رو طریق دزدی از کارت ملی من به کارت خود گذرانیدن. در رابطه به این حالت ها وزارت کارهای داخلی در یک جایگی با راهبریت جمعیت سهامی پوشیده دوشنبه سیتی بانک و تمام شهروندان کشور هشدار می‌دهد که احتیاط کار باشند تا به دام چنین نفران قلاب نافتند. برای بخطری و مفید نگاه داشتن مبلغ های شما درباره نقشه های قلابان به شما معلومات می‌دهیم که اگر به شما زنگ زده خود را نماینده بانک معرفی نموده برای معاصره کردن کارت شما معلومات پرسند، هیچگاه معلوماتی در پیامک بوده را نگویید. علاوه بر این اگر شما از شخصان یا منبع‌های ناشناس مکتوب یا پیامک گرفتید به نشانه های همراه شدن نگذارید و زمینه ها را نکشایید. در سامانه های ناشناس معلومات کارت خود را وارد نکنید، مخصوصا در حالتی که عملیات ارسال SMS پیامک را با رمز طلب نمی کند. با پست ها آید و برد مبلغ باور نکنید. در خاطر دارید که در شبکه های اجتماعی بانک تنها از صفحه های رسمی خود علاقه می نماید. هنگامی که شما آید فروش محصولات اعلان می گذارید و شما با رقم های خارجی زنگ می زنند و می گویند که می خواهند با یاری انتقال مبلغ توسط همیان الکترونی محصولات شما را دسترس نمایند. هنگامی وارد شدن به همیان الکترونی از شما خواهش می کنند که رمزی در پیامک را با آنها گویید. رمزی را که با پیامک به تلفن آمده است خبر ندهید. اینها قلابان می باشند. از این لحاظ از همه استفاده برندگان کارت های بانکی خواهش کرده می شود که جهتی نافتادن به دام فریب قلابان از دادن رقم های کارت بانکی و رمز مخفی به شخصان بیگانه خودداری نمایند. در شهر استرافشان ولایت سوخت کارمندان بازرسی دولتی افتومبیلی راننده مست را بازداشت نمودند. هنگام حجت گذاری راننده همزمان نظیران راه آشکار نمودند که شهادتنامه رانندگی با بازداشت گردیده تعلق داشته با راه قلبکی آماده کرده شده است. تشخیص کریمینالیستی نیز حالت مذکور را پورا تصدیق نمود. گزارش نوبتی در این خصوص. نظرانی بازرسی دولتی افتومبیلی شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر استرافشان راننده سبکروی مرسدس بنز شمسیف دونیور عبدالجانویچ سال تولدش 1998 استقامت کننده شهر استرافشان رو هنگامی دوره افتوماشینه در خیابان اسماعیلی سامونی شهر برای سنجش من نموده قویده ویرانکنی دغل از جانبی او رو معاین نمودند. یعنی راننده در حالت مستی نقلیات رو اداره می نمود. در برابر این شهادت نامه و طلان قیدی قویده ویرانکنی بر راننده تعلق داشته در خود علامت و نشانه های قلبکی داشت. تخمین نظیر بازرسی درست برآمده تشخیص کریمینالیستی بر علاوه قلبکی بودن شهادت نامه رانندگی با درجه های B, S, D برای دوره نقلیات سبوکراف بورکشان و مسافرکشانی را تصدیق کرد که با روی سوختکاری تهیه شده است. هنگام گذرانده رایت های مشترک از طرف شعبچه بازرسی دولتی افتومبیلی در شهر استرافشان یک عدد واسطه نقلیات تمغه مرسدس بنز که رقم دولتی اش 0777 میباشد
بازداشت کرده در نتیجه معین کرده شد که راننده واسطه نقلیات در حالت مستی بوده همزمان با شهادتنامه رانندگی قلبکی گشت و گذار می نماید. طوری از مبوتهای اولیه سنجشی برمیآید دنیور شمسیف کورسی رانندگی را نخونده است و اولهای ماه اکتبر سال 2018 از شخصی به تفتیش شد نامعلوم شهادتنامه توسط تکنیکای کامپیوتری ساخته کوریشدارا خریداری کرده است و نزدیک 4 سال است که آن را همچون حجتی حقوق دهنده استفاده میبرد. با این عمل دنیور شمسیف معیارهای در ماده 340 کدکس جنایتی مقرر شده را ویران و نسبتش پرونده جنایتی آغاز گردید. کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر استرافشان همه روزه جهتی پیشگیری از حادثه های راه نقلیاتی تامین طلبات های قاعده های حرکت در راه و نظارت وضع انتظام اشتراکچیان حرکت در منطقه ماموری سفربر میشوند. آشکارسازی جنایت در سمت فعالیت خدمتی در برابر نتیجه کاربری بازگوی کسبیت آنهاست. زمین خدمتبری کارمندان شعبچه بازرسی دولتی اتومبیلی در ناحیه وستای نیز رانندگانی که وستای نقلیات در حالت سرخوشی اداره میکردند بازداشت و به جوابگاری جلب نمودند. گزارش در این باره. از جانب کارمندان شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان جهت تامین امنیت و بی‌خطری اشتراکچیان حرکت در راه پیشگیری وضع صدمانو که در حدود راههای نقلیات گردی ولایت پیشگیری و آشکار و معاین نمودن حالتهای ویران کردن قاعدههای حرکت در راه پیوسته رید و عملیات و کارهای فهماندهی در بین رانندگان واسطههای نقلیات دایر کرده میشود. متاسفانه رانندگانی پیدا می شوند که قاعده های حرکت در راه را دغلانه ویران نموده حتی در حالت مستی پشت چمبرکی افتماشین می نشینند و واسطه نقلیات خود را اداره می نمایند که در بسیار موارد ها به صدمه های نقلیات دوچار گشته و جان خود و دیگر اشتراکچیان حرکت در راه را زیر خطر می گذارند. از جانب کارمندان شعبچه بازرسی دولتی اتومبیلی شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه واسه سه دلیلی در حالت مستی اداره نمودن واسطه نقلیات که یکی از دغلترین قاعده ویران کنی های حرکت در راه به شمار می رود خب در حدود راه نقلیات گردی ناحیه مذکور آشکار و معین کرده شد. اینها راننده اتوماشین تمغه اوپل اصل رقم قید دولتی اش 53 رستموف بختیار سال تولدش 1972 ساکن جماعت دهات عبدی عوضف ایماموف میرزا مراد سال تولدش 1974 ساکن جماعت شهرکی هولبوک و علی محمد افشیر افغان سال تولدش 1976 ساکن جماعت دهات توگرکی ناحیه واسه می باشند که در حالت مستی نقلیات خود را اداره می کردند. از جانب ناظران راه معین کرده شده نسبتشان طبق طلبات ماده 332 کدکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پروتکل ها ترتیب داده شده به سودی ناحیه ارسال کرده شده بود. سودی ناحیه واسه مطابق ماده 332 کدکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان نسبت رستموف بختیار، امام میرزا مراد و علی محمدوف شیر افغان جزا در نمود حبس ماموری به مهلت 15 شبانه روز با محروم کردن از حقوق اداره کردن واسطه نقلات به مهلت 5 سال تعیین نمود. موضوع دیگر استفاده و نصب همه گونه دستگاه های مخصوص روشن دهنده و صدا دهنده و رنگ و بوری غیر استانداردی که تنها برای واسطه های نقلات مخصوص نگارنده شده است در اتوماشین های شخصی قطعیان منع است. متاسفانه بعضی از جوانان تنها با مقصد خودنمایی و نشان دادن برتریت نسبت به دیگران در نقلات خود دستگاه های صدا دهنده و روشن دهنده و پلانکه های مخصوص را نصب نموده. با این ترتیب معیار و طلبات قاعده های حرکت در راه را دغلانه ویران میکنند. از جمله راننده اتوماشین تمغه پورشه رقم قید دولتیش 0070 ON01 شهروند یوسفوف اسفندیار عبدالقهاروویچ سال تولدش 1987 استقامت کننده ناحیه نوراباد برخلاف مقررات قانونگذاری عمل نموده نقلات خود را با پلیونکه مخصوص روی پوش نموده است. این عملی نامبرده از جانب کارمندان مقامات میلیسیای شهر دوشنبه آشکار کرده شده نقلیات و خود راننده به میدانچه جریمه‌ای دسترس کرده شد. در نتیجه نسبت راننده یوسفوف اسفندیار پروتکل حقوق ویرانکنی ماموری ترتیب داده شده حالت قانون ویرانکنی پورا برطرف کرده شد. تماشابینان گرامی، اینجا رسیدیم به فرجام برنامه. مقصد از تهیه و پیشنهاد نمودن خبرهای جنایتی و دیگر حقوق ویرانکنی ها آگاه نمودن شهروندان بخصوص جوانان از عاقبت کردار ضد حقوقی و جوابگری آن میباشد. در زمینه کوشش مینماییم جهت بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان سهم گذاریم. تا برنامه های دیگر سربلند و خوشروز بمانید. خیر.